سلام، رضا حسینی راد هستم و تو این کلیپ میخوام در رابطه با فیشینگ بهتون توضیح بدم. شاید شنیده باشید که طرف فیشینگ کرده یا حسابش فیشینگ شده و یا اینکه یک مدیر وبسایت به خاطر یک خرید فیشینگ تو دردسر افتاده. فیشینگ یعنی ماهیگیری. وقتی یک نفر خیلی تازه کار هست، مثل ماهی میتونیم اونو با قلاب بگیریم و ازش سوء استفاده کنیم. خیلی ساده است. در اصل توی حوزه اینترنت فیشینگ از روش‌های مختلفی میتونه انجام بشه. قدیم که مثلا یاهو مسنجر بود، یه بار خود من این بلا سر اومد. یه نفر تونست حساب یاهو مسنجر من رو فیشینگ بکنه. به چه روشی؟ یک فرم جعلی ساخت و اومد با استفاده از اون فرم جعلی که توی حالا یه سایتی بود به نام یاهو با مثلا 5 تا او.com و اینو به من داد، گفتش که برو تو این سایت و اطلاعاتت رو وارد کن، یاهو مسنجر نسخه جدید رو میگیری. خب منم نمیدونستم، مثلا تازه وارد اینترنت شده بودم و این فیشینگ اتفاق افتاد. اطلاعات حساب یاهو مسنجر من رو اون شخص دریافت کرد، لاگین کرد و کل پیام های منو دید. همین اتفاق میتونه برای حساب بانکی شما بیفته. میتونه یک نفر یک درگاه جعلی بسازه و با اون درگاه جعلی اطلاعات کارت شما رو بدزده. حالا بعد از اینکه این اطلاعات دزدیده شد، حالا یه از روش درگاه پرداخت جعلی یا اینکه اون فرد از روش اجتماعی تونست رمز دوم کارت شما رو به دست بیاره، یا اینکه اون فرد بتونه با استفاده از روش‌های دیگه مثلا توی صفحه آبر بانک ببینه که شما داری رمز دومتون رو ست میکنید، رمز دومتون رو به دست بیاره و هر روشی که شما فکرش رو میکنید و هک شدن دستگاه‌های مختلفتون، بتونه رمز دوم شما رو به دست بیاره همراه با شماره کارت و CVV توی شما و بیاد از یک درگاه پرداخت اینترنتی دیگه خرید انجام بده. خیلی راحت بره توی یک وبسایت فروشگاهی یک مثلا محصول 5 میلیونی رو سفارش بده. حالا قانون چی میگه؟ قانون میگه اگر این اتفاق افتاد، ما مدیر وبسایت رو در واقع مقصر میدونیم، چرا که احراز هویت انجام نداده. شما باید توی سایتتون احراز هویت انجام بدید. احراز هویت یعنی چی؟ یعنی اون شخص اطلاعاتش رو برای شما بفرسته، شماره موبایلش رو با پیامک تایید بکنه و با کارتی که به نام خودش هست خرید رو انجام بده. خیلی ساده است. اما اگه این کار رو درست انجام ندید، یا فروشتون کم میشه یا اینکه کامل انجام نمیشه، خیلی قوی انجام نمیشه و دوباره خرید فیشینگ روی سایتتون اتفاق میفته. توی یکی دو سال گذشته خیلی از دوستان من براشون این مشکل به وجود اومده که خرید فیشینگ توی درگاهشون انجام شده، رفتن دادگاه و قاضی گفته که شما مقصری، چرا که کاربرت رو تایید هویت نکردی، احراز هویت نکردی و شما مقصری و شما باید هزینه کاربر رو پس بدی. حالا مثلا یکی از دوستانم وبسایت فروش فالوور توی شبکه‌های اجتماعی داشت و اون فردی که فیشینگ انجام داده بود اومده بود خریدار رو انجام داده بود، فالوور رو به دست آورده بود و هیچجوری نمیشد اینو پس بگیری ازش و احراز هویت هم نشده بود، اصلا معلوم نبود کیه و کجا زندگی میکنه. این دوست ما مجبور شد که هزینه رو به قاضی برگردونه. و موارد دیگه‌ای که من دیدم، مثلا فروش فایل بود وبسایت دوستان، اومده بودن فایل خریداری کرده بودن، فایل دانلود شده، حالا این دوست ما باید مثلا 6 میلیون تومان پول رو برگردونه به قاضی. در نتیجه اگه شما احراز هویت رو درست انجام ندید، با مشکل خیلی خیلی بزرگی مواجه میشید. توی دوره کسب و کار اینترنتی که تا چند وقت دیگه توی سایت می هم وردپرس منتشر میشه، روش‌های دقیق جلوگیری از خریدهای فیشینگ توی سایتتون رو بهتون توضیح میدم. اینکه چطوری کاربر رو احراز هویت بکنید و حتی چطور کاری بکنید که اگر احیانا کارت شما روزی روزگاری اطلاعاتش لو رفت و تونستن از با کارت شما خرید انجام بدن، حداقل نتونن احراز هویت رو به اسم شما انجام بدن. چون متاسفانه دنیای وب این روزا خیلی خیلی خطرناک شده. البته در کنار خطرناک بودنش خیلی هم خوب و فانه و میشه ازش کسب درآمد کرد. موفق و پیروز و سربلند باشید.